گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از توپخانه نیروهای آمریکایی در مرز عراق و سوریه. جنگ با داعش هنوز ادامه دارد. یه مدتی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. 40 سال پس از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران، پایان یک مأموریت در وطن و آغاز دورانی جدید در تاریخ ایران و ورود تلویزیون فارسی بی بی سی به دومین دهه فعالیت. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بر داعش پیروز شدند و برای همین نیروهای آمریکا از سوریه بیرون می‌روند. خروج آنها از هفته گذشته شروع شده و قرار است که آنها در چند مرحله از سوریه خارج شوند، اما در مرز عراق و سوریه وضع فرق می‌کند و ارتش آمریکا به همراه نیروهای فرانسوی در آنجا توپخانه جدیدی برای مقابله با داعش راه انداختند. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه دسترسی اختصاصی به این توپخانه نیروهای ائتلاف داشته و میگوید شلیک‌ها به مواضع داعش از آنجا تقریبا شبانه روزی است. خبر رسیده که دشمن در تیررس است و همین نزدیکی‌ها. اینجا توپخانه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که حدود یک ماه پیش در آخرین نقطه خاک عراق لب مرز سوریه به پا شده. اینجا که ما هستیم، نیروهای آمریکایی، فرانسوی و همچنین ارتش عراق در امتداد هم قرار گرفتن و مواضع داعش رو در خاک سوریه هدف قرار میدن. بیش از 200 سرباز آمریکایی و فرانسوی در این توپخانه در حال آماده باش دائمی‌اند. برای پشتیبانی از نیروهای همپیمان ائتلاف ضد داعش در دو سوی مرز. یک کاروان از داعش در امتداد رودخونه در حال حرکت بودن و از اینجا میشد اونا رو دید. اونا از صحرا به سمت شمال در حرکت بودن و میخواستن به نیروهای دموکراتیک سوریه حمله کنن. کاروانشون بزرگ بود؟ فکر کنم حداقل چیزی حدود 6 تا ماشین پر از نیروهای داعش بود که چند بار بهشون شلیک کردیم. این تصویری از آن طرف مرز و آنچه از شهر کوچک حجین به جا مانده. شهری که تا حدود 3 هفته پیش سیطره داعش بود و نیروهای دموکراتیک سوریه که بیشترشان کردهای سوری هستند، با حمایت آمریکا آن را پس گرفتند. اطراف حجین اما هنوز در کنترل نیروهای داعش است. واقعیت اینه که داعشی‌ها خیلی فعالن و به طور سیال میتونن دائم در حرکت باشن. میتونن راحت قاطی جمعیت شن و یه وانت بردارن و خیلی راحت و سریع خودشون رو نزدیک مرز عراق یا حجین در سوریه برسونن. سفر ما به قرارگاه‌های مرزی ارتش آمریکا در عراق چند روز قبل از اعلام تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بود. حالا که ما پیروز شدیم، زمان برگشتنه. به زودی می‌بینیمشون. هرچند بعد از آن او تاکید کرد که در عراق می‌مانند. منابع ارتش آمریکا هم به ما گفتند حتی اگر سربازان آمریکایی سوریه را ترک کنند، این پایگاه برای ادامه نبرد با داعش پا بر جا خواهد ماند. احتمالاً با نقشی مهمتر در این جنگ. با این حال، تصمیم برای ترک سوریه، متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای آمریکا در مبارزه با داعش را نگران کرده. اینجا در گوشه دیگر از مرز عراق و سوریه که نیروهای عراقی آن را حدود 1 سال قبل از داعش پس گرفتند، نگاه دیدبانهای ارتش عراق به آن سوی رودخانه فرات دوخته شده. این قسمت رودخانه مرز میان دو همسایه است و بخشی از شرق آن در کنترل داعش.
اونطور که فرمانده‌های عراقی به ما گفتن، نیروهای داعش دوباره تونستن بخشی از خاک سوریه رو بگیرن و الان تنها 6 کیلومتر از ما فاصله دارن، هرچند در محاصره هستن بین نیروهای مختلف که علیه اونها می‌جنگن. عراقی‌ها در این مدت سعی کردند تا جای ممکن جلوی ورود نیروهای داعش را که از سوریه فرار می‌کنند بگیرند، با راهکارها و تدابیر مختلف. نیروهای داعش در این مدت مدام نزدیک می شدن به مرز عراق و به پایگاهامون حمله می کردن. اون بر باغوز سوریه است که دست داعشه، این طرف هم عراق. ما به جای سنگرهای خاکی آب رو در این قسمت باز کردیم و خندقها رو پر تا بلکه داعشی ها نتونن از این قسمت خاک سوریه وارد عراق بشن. مرز دو همسایه اما طولانی است، چیزی حدود 600 کیلومتر، و در فاصله ای نه خیلی دور از این خاکریزهایی که تازه ساخته شده، خطر همچنان در کمین عراق است. الجزء الشرقي من نهر الفرات الواقع غرب الحدود العراقي. نیروهای داعش در قسمت شرقی رود فرات که غرب عراق است و مرز بین عراق و سوریه هستند و با قدرت و تجهیزات کامل منطقه حدود 20 تا 25 کیلومتر در دست دارند. اونا عملا از همه طرف در محاصرند. در شرق فرات از طرف نیروهای سوریه دموکرات، از غرب هم نیروهای عراقی و هم نیروهای دولت سوریه و ائتلافاشون. ولی با وجود این، نیروهای تروریستی در این منطقه تهدید و خطر جدی ایجاد کردند و امنیت منطقه مخصوصا عراق و سوریه در گروه از بین بردن اوناست. تخلص منهم يمثل عمليه استقرار للمنطقه في كل من العراق وسوريا. این ویدیویی که امروز اعماق رسانه منصوب به داعش منتشر کرده، ظاهراً تصاویر حمله این گروه به نیروهای کرد سوری در شهر شعفه سوریه را نشان می‌دهد، شهری نزدیک مرز عراق. اكيد يتبادل الذهن انه هناك. خبر خروج نیروهای آمریکا از سوریه به داعش روحیه داده و اونا فعالیتشون رو بیشتر کردن. الان داعشی‌ها مدام سعی میکنن وارد عراق بشن، به خصوص وقتی هوا غبارآلود و بد میشه و میدونن این شرایط بهشون کمک میکنه که آسونتر رد بشن. هر چند تا جای ممکن ما سعی میکنیم بزنیم و از بین ببریمشون. پس از نبردی طولانی و پرهزینه، داعش حالا سرزمین‌های خلافت خودخوانده‌اش در عراق و سوریه را از دست داده. هر ابهام و سردرگمی در جبهه مقابل این گروه می‌تواند پیروزی نهایی را به خطر بیاندازد. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، مرز عراق و سوریه. 40 سال پیش پس از هفته‌ها تلاطم و تردید، شاه ایران را ترک کرد. آنطور که اطرافیانش در خاطراتشان نوشتند، صبح 26 دی 1357 برای شاه همچون یک روز معمولی آغاز شد. به دفترش رفت و عده‌ای را پذیرفت و حوالی نیمروز بود که همراه با ملکه پیشین ایران عازم فرودگاه نیمه تعطیل مهرآباد تهران شد. علی همدانی با کنکاش در آرشیف‌های مختلف نگاهی انداخته به آن روز از زبان شاهدانش. آخرین بامداد در کاخ نیاوران در تهران، آخرین شهبانوی ایران کتاب خاطراتش را با تصویری از همان روز آغاز می‌کند و می‌نویسد: هر بار که صبح 26 دی 1357 را به یاد می‌آورم، اندوه عمیق و بی‌پایان قلبم را می‌فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود. از روزی که بنا به رفتن شده بود، آنطور که فرای پهلوی می‌گوید، او به تنها چیزی که فکر می‌کرد جمع کردن این تصاویر و عکس‌های خانوادگی بود و نه چیز دیگر. خبرنگار بی بی سی بلافاصله بعد از خروج شاه و شهبانو فرح اجازه یافت تا به کاخ نیاوران برود تا در کنار سایر خبرنگاران بین‌المللی ببیند و این تصاویر را ثبت کند که برخلاف به گفته فرح پهلوی بداندیشی انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی، کاخ دست نخورده باقی مانده. اشیای گرانبهای کاخ ها سر جایشان مانده. شاه و شهبانو فرح چیزی از کاخ با خود نبردند.
از کارمندان کاخ خواسته شده که آن را تا زمان بازگشت زوج سلطنتی نگهداری کنند. روزی که می رفتیم، یعنی صبحش، بیشتر یادمه که همه آمده بودن، کسایی که کار می کردن در کاخ، از خدمتکاران یا افسران یا خانمایی که کار می کردن، خیلی گریه می کردن که نرین بمونیم. ما هم همش می گفتیم و امیدم داشتیم که فکر نکنه اینجوری نمی مونه روزگار و بر می گردیم. میگم موقعی که آدم مملکتش و مردمش و هموطنانش و همه زندگیش رو میذاره، اصلا چیزای مادی دیگه ارزش رو از دست میده. ولی یادم فرناز تلفن کرده بود، گفتم چی میخوای باید بیارم؟ و پوستر ستار بود تو اتاقش بود و عکس تیم فوتبال ایران. دو هلیکوپتر جدا شاه و شهبانو را به فرودگاه مهرآباد میبرد که موج اعتصابات در امانش نگذاشته بود. همزمان در پارلمان کابینه دکتر شاپور بختیار به رأی اعتماد گذاشته شده. امکان ارتباط میان فرودگاه و مجلس به دلیل اعتصاب کارمندان شرکت مخابرات وجود نداشت. شاه میگفت نمیرود تا تکلیف کابینه روشن شود و همزمان این گفتگو را با رادیو تهران انجام داد. یه مدتی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. شاپور بختیار بعد از کسب رأی اعتماد به فرودگاه پرواز کرد تا شاه را در کنار سران ارتش شاهنشاهی بدرقه کند. در تصاویر دکتر بختیار پشت سر شاه راه می رود و اشک می ریزد. گرچه هم شاه و هم شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران به بازگشتش امید داشتند. نشان به نشان این آخرین گفتگوی بختیار در تهران با خبرنگار بی بی سی. قطعاً کار مشکلی در پیش دارم. برای همین قبول کردم. ایران به یک نظام پادشاهی مشروطه و قانونمند نیاز دارد. هواپیمای اختصاصی خانواده سلطنتی شاهین را خود شاه تا خروج از ایران خلبانی کرد. و این واکنش آیت الله خمینی همان روز در پاریس، در حالی که لبخند می‌زد اما از بدرقه شاه توسط ارتشی‌ها خوشحال نبود. ما از نظامی ها هیچ خوفی نداریم. اونهایی که به ملت ایران خیانت می کنند باید کنار بروند و ما در تصمیم خودمون باقی هستیم و ملت ایران باید در تصمیم خودش باقی باشد. با انتشار خبر خروج شاه و شهبانو فره هم ما در شهر گوغایی بود. هواپیما راهی مصر شد، جایی که انور سادات رئیس جمهوری این کشور منتظر پذیرایی از دوست قدیمی خود شاه بود. گرچه قرار بود محمد رضا شاه بعد از توقفی کوتاه در مصر به آمریکا برود، اما دولت جیمی کارتر قرار را عوض کرد و سرنوشت آخرین پادشاه ایران جور دیگری رقم خورد. سفری که شاه به بازگشتش فکر می‌کرد برای او در غربت به پایان رسید. اما شهبانو فرح میگوید امید را از دست نداده. او هنوز به روزی فکر می‌کند که به وطنش بازگردد. علی همدانی، بی بی سی. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از افراد شناخته شده و با نفوذ موفقیتی به دست نیاوردند، از جمله عده‌ای از فرزندان رهبران سابق جهادی و شماری از چهره‌های منتقد دولت. آنها مدعیند حکومت و تقلب مانع از راهیابیشان به فهرست برندگان شده. دولت بارها گفته در امور انتخاباتی دخالت نمی‌کند. جزئیات بیشتر از بشیر پیمان از کابل. اعتراض در برابر کار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اعتراض هایی که از یک شهر به شهر دیگر می روند. چهره های سرشناسی که ظاهراً به مجلس راه نیافتند کم نیستند. از جمله ظاهر قدیر در ننگرهار، لطیف پدرام در بدخشان، لاله حمیدزی در قندهار، بشیر تیانج در جوزجان و احمد بهزاد در کابل. همایون نماینده مردم خوست در دور 16 مجلس که از منتقدین سرسخت سیاست‌های دولت آقای غنی است، این بار به مجلس راه نیافته. مداخله مستقیم امنیت ملی در انتخابات
و نخواستن حکومت فعلی که اشخاص افراد با نفوذ که هر وقت در تقابل با پالیسی حکومت هستند، یعنی ما را اپوزیسیون حساب میکنن، مخالفت کردن و مخالفت هایشان نتیجه داد، توانستن که ما را در فرست ابتدایی ناکام اعلان کنند. اما حکومت بارها تاکید کرده که در امور انتخابات مداخله نمی کند. پسران و وابستگان رهبران جهادی افغانستان کم نبودند که پا به میدان رقابت گذاشتند. اما مردم به بیشتر این رهبرزاده ها روی خوش نشان ندادند. مردم در 8 سال گذشته از نمایندگانشان در پارلمان دل خوش نداشتند. اینها میگویند نمایندگان به وعده هایی که داده بودند درست عمل نکردند. حالا بیشتر کسانی که به فهرست ابتدایی برندگان انتخابات مجلس نمایندگان راه یافتند، چهره های تازه و کمتر شناخته شده هستند. اما دست رد مردم به سینه چهره های شناخته شده به دلیل نیست. شهرت زیاد حتمی به معنای شایستگی کامل هم نیست. از این لحاظ نامزدان تازه نفس وارد عرصه رقابت شدند که حتی بعضی از نمایندگان که شهرت زیادی هم داشتند فکر میکردند که نیاز به مبارزه انتخاباتی فشرده ندارند. یک مقدار عرصه باز ماند برای رقیبان تازه نفس. برگزار کنندگان انتخابات میگویند آنها همه را به یک چشم میبینند و مشکلات را انکار نمی کنند که شفافیت انتخابات را زیر سوال برده. برآوردهای اولی ما است که متاسفانه هم در روز انتخابات و هم در روزهای پس از انتخابات در جریان انتقال صندوق و شمارش آرا، انتقال صندوق ها و دیتا انتری صندوق ها مشکلات و بعدن هم بازشماری مشکلات وجود داشته و تعداد از این شکایت ها شکایت های به واقع و برحق است. انتخابات پارلمانی افغانستان جنجالی بود، جنجالی که هنوز پایان نیافته. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. 10 سال پیش تلویزیون فارسی بی بی سی آغاز به کار کرد و برای اولین بار میهمان خانه های شما شدیم. 10 سال پرحادثه، 10 سالی که بسیاری از ما اینجا و در کنار شما بزرگ شدیم، جلوی این دوربین قد کشیدیم، کار یاد گرفتیم و تجربه کسب کردیم. خیلی وقتها محبت داشتید و طبیعتاً گاهی هم انتقاد. انتقادهای اغلب به جا اما گاهی هم تند. آناهیتا شمس نگاهی کرده به 10 سال تلویزیون فارسی بی بی سی. به تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. از امروز پخش برنامه های ما را آغاز میکنیم. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام و شب بخیر، من فرماز قاضی زاده هستم. در کشورهای منطقه I Barack Hussein Obama do solemnly swear. از این لحظه با شما که پیگیر اخبار انتخابات ایرانی همراه خواهیم. شما هم امشب به میزگرد های انتخاباتی بی بی سی فارسی دعوت هستید. انگار که پایتخت رو خیلی دوست داشتی سریال. امانوئل مکرون با 65% آرا فرمان ممنوعیت ورود او مراسم اسکار رو مستقیما تحت تاثیر قرار داد. خیلی سنگینه، یعنی شاید بگم نمیتونم حتی یک قدم بردارم. برای حفظ و نگهداشت این مکان‌های تاریخی مهداد فرهمند از میدان تحریر قاهره همراه ماست. در قاهره زندگی به حال عادی برگشته. هزینه این مراسم رو خانواده سلطنتی بریتانیا و خانواده میدلتون می‌پردازند. شاید که رهبران مخالف توافق کرده بودند که انتخابات پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه برگزار میشه. صندوق مزدنسا شناسایی میشه و به دای تقلب رسیدگی میشه.
از شروع کار تلویزیون بی بی سی فارسی سعی کردیم اخبار گوشه و کنار دنیا را تا آنجا که می توانیم منصفانه و با بی‌طرفی به دست شما برسانیم. اما در این سالها بودند طیف‌ها و احزابی که بی بی سی فارسی را به نزدیک بودن به طیف‌ها و احزاب دیگر متهم کردند. اینها میگویند با آنهاست و آنها میگویند با اینهاست. اما بی بی سی فارسی تلاش کرده بر مبنای اصول روزنامه نگاری این سازمان با اتکا به پشتوانه تجربه و خبرنگاران حرفه‌ای خبر را به دست مخاطبانش برساند. تلویزیون بی بی سی فارسی 10 سال پیش متولد شد و پیش روی شما قد کشید. ذکرات همین چند ساعت پیش به نتیجه نزدیک است. لحظه حیاتی پایان 13 سال مناقشه. 3000 ایمیل آره واقعا شخصی بودن. همون 35 تا بود. آره نه بابا. By Donald John Trump do solemnly swear. پخش عادی برنامه‌های بی بی سی فارسی رو قطع کردیم. 4 فرد ناشناس با کلاشنکوف. اینجا امضای فرمان ریاست جمهوری برای از سرگیری تحریم ها علیه ایران. رهبر ایران گفت از طرف ملت ایران میگویم آقای ترامپ شما غلط میکنید. گامیز روز بسیار پرخبری بوده در آمریکا. در این سالها مقامات ایران خبرنگاران و کارکنان بی بی سی فارسی و خانواده هایشان را تحت فشار گذاشته و تهدید کرده است. سال گذشته بی بی سی فارسی شکایتش را به سازمان ملل برد و از جامعه بین المللی تقاضای کمک کرد. ما می خواهیم که در امنیت به کشورمان سفر کنیم و خانواده هایمان را ببینیم. بی بی سی فارسی اما سعی کرده با پوشش منصفانه خبرهای جهان در کنار مخاطبانش باشد. شدیدترین اعتراضات در انتخاباتی که بیشترین شرکت کننده را داشت. تلویزیون فارسی بی بی سی در سال 1388 جایزه واضح ترین پوشش یک حادثه خبری را به خاطر پوشش انتخابات ایران دریافت کرد. جایزه‌ای که از طرف اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی به مستند انتخاباتی که ایران را لرزاند داده شد. تلویزیون فارسی بی بی سی همچنین جوایز دیگری در سال‌های گذشته برای پوشش برنامه‌های خبری دریافت کرد. نه با مدار انتخاب ممکنه باور کن بس کن. 10 سال با خبر و فراتر از خبر با شما بودیم. آنایتا شمس بی بی سی. تلویزیون بی بی سی فارسی در افغانستان حدود 8 میلیون بیننده دارد. در 10 سال گذشته این تلویزیون برای مردم افغانستان که روزانه خبرها را پیگیری می کنند از منابع اصلی بوده است. در 10 سال گذشته تلویزیون بی بی سی فارسی به مهمترین رویدادهای خبری این کشور پرداخته و داستانهای ناگفته ای از زندگی زنان و جوانان این کشور را روایت کرده. جزئیات بیشتر از زینب آوین از کابل. در سخنرانی خود زیاد هشدار میتن بکارن. 10 سال مخاطب تلویزیون فارسی بی بی سی. در افغانستان اغلب مردم پیگیر خبرهای روز هستند. تلویزیون فارسی بی بی سی هم منبع معتبری برای مخاطبان فارسی زبان این کشور. از زمانی که نشرات تلویزیون فارسی بی بی سی شروع شده، ما و خانوادم همیشه خبرهایشان هر شب تعقیب میکنیم که شامل خبرهای افغانستان و جهان میباشه و در کنار خبرها ما مستندهایشان که مستندهای بسیار جالب میباشه ما او را تماشا میکنیم. میدان رقابت رسانه‌ای در افغانستان گرم است. کشوری که آزادی رسانه‌های آن در منطقه بی‌نظیر است. ده‌ها شبکه تلویزیونی در این کشور برنامه‌های خبری پخش می‌کنند. یکی دو شبکه هم فقط خبر، از جمله تلویزیون آریانا نیوز. بیشترین گزارش‌ها و برنامه‌های بی بی سی فارسی در افغانستان تهیه کرده. بعض وقت غذای خوب برای رسانه‌های داخلی افغانستان هم شده و رسانه‌های افغانستان تانسته در موارد مختلف بی بی سی را به حیث ملاک کار خود قرار بده، خصوصا گزارش های تحقیقی بی بی سی که انجام میده. گزارش در خانه بلخشان که جور کرده بودم کارتان. برخی نخبگان سیاسی و مقام های دولتی هم از تماشاگران پروپا قرص تلویزیون فارسی بی بی سی هستند. اگر بخوایم مقایسه کنیم با رسانه های داخل افغانستان، به صورت قطع میتوان گفت که تلویزیون فارسی بی بی سی این سه اصل رعایت میکنه. هم دقت داره، هم بی‌طرف است، توازن در نظر میگیره. اما پوشش حوادث و رویدادهای
ایران به مراتب بیشتر است در تلویزیون فارسی بی بی سی است پوشش حوادث و رویدادهای افغانستان. اینجا اتاق خبر بی بی سی در کابل است. گزارشگران بی بی سی فارسی در 10 سال گذشته مهمترین رویدادهای افغانستان را پوشش دادند. از جنجال‌های سیاسی، انتخاباتی و مسائل امنیتی گرفته تا روایتی از ناگفته‌های زندگی زنان و جوانان این کشور. در اینجا تلاش می‌شود تا موضوعاتی به تصویر کشیده شود که نه تنها برای افغان‌ها بلکه برای دیگر فارسی زبان‌های جهان هم جذابیت داشته باشد. هرچند تلویزیون فارسی بی بی سی در افغانستان با آنتن‌های عادی قابل دسترسی است، اما استفاده از دستگاه‌های ماهواره‌ای این فاصله را از میان برده. رسانه‌ای که ده‌ها سال پیش پایش با رادیو به افغانستان باز شد و با وبسایت و تلویزیون به زبان‌های فارسی، پشتو و ازبکی سال‌ها مردم این کشور را از رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با خبر ساخته. زینب آوین، بی بی سی کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب بی بی سی پرژن قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.